کاش من انقدر دیپرسد بودم. چه خیافت انقدر ناراحته. کنترل رو باید یه ذره رو به پایین فید کنم که اینجاهای بینیتونم باریکتر نشون بده. بچه ها میخوام یه متدی بهتون یاد بدم. علی رو بردم کمکم کنم. بچه ها چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه در کنار من و علی جون. این ویدیو بکستیج ریلزیه که گذاشتم. همونطور که از عکس تامنیل میبینید مشخصه که برای کدوم ریلز هستش. من که میخوام بهتون نشون بدم بچه ها که برای گرفتن این ریلز ما چقدر زحمت کشیدیم و چقدر دهنمون سرویس شده. اوکی؟ یکی این که از صبح الان ساعت چنده؟ 2 ظهر تا ساعت 6 که میشه الان. اینها اینم ساعت ما داشتیم دنبال این میگشتیم که دوتا موزیک رو با هم دیگه میکس کنیم، یعنی علی میکس دروره از موزیکا، و داشتیم سناریو میچیدیم که برای این ریلز چه سناریویی داشته باشیم، چون که یه ذره سبک ویدیو هم تغییر کرده و دارم یه ذره با سناریو پیش میرم. تا اینجا فقط داشتیم برنامه ریزی میکردیم که چیکار کنیم، از اینجا به بعد قراره اجرا کنیم. بله علی آقا درسته؟ بچه ها علی آقا ببینم چه موزیکی برای ما میکس کردی؟ موزیکی که میکس کردیم اینه. جیغش در اومد. کاش من انقدر دیپرس نبودم. پیچ سرم هم رو بودست. چطوره؟ عالیه. باشلی هستم ریمیکسور. بریم سراغه کاری اردان. ریمیکسور دایرکتور آرت اسیستنس. بریم شروع کنیم بچه ها. علی جان یه توضیح میدی که این نورو شما برای چی داری میذاریم بالا سر من؟ این رو یه توضیح بده برای بچه ها. نورو میذارم چون برای فیلم برداری حتما نور نیازه، چون نور محیط، نوری که ما با چشم ببینیم شاید روشن باشه ولی توی دوربین کم میشه. آره. ما همیشه باید منبع نور تو ویدیوهامو داشته باشیم. اگه نداشته باشیم مثلا تصویر زیبا در نمیاد. برای اینکه تصویر مثلا خوشگل در بیاد باید حتما یه منبع نور کاملا سینمایی ما در نظر بگیریم. و حالا چون سوژمون اون سمته، من قرار اینجا وایسم. یه منبع نورم از این ور داریم. یعنی اون آفتابی که بیرون داره میاد حتما در نظر گرفتم. ولی گفتم یه نوری هم اینجا داشته باشیم قسمت‌های شادو و تیره‌های تصویرمون رو پر کنه. بله درسته. بفرمایید. من رفتم لنزمو گذاشتم یه ذره اینجامو قرمز کردم که انگاری مثلا خیلی گریه کردم و خیلی حالم بده. حالا الان اینجا صورتیه ولی وقتی که علی توی ادیت کالر گریدینگ میده یه ذره اینا قرمز تنش. در حال گرفتن، یعنی در حال تست گرفتن صحنه‌های اینترو ویدیو، چون که قرار اول بیام و مثلا آره این ضبط رو مثلا روشن کنم. خب بچه الان تصویر قراره که از روبرو بگیریم و علی هم قراره که به تصویر اضافه بشه. علی آقا داره دوربین ستاپ میکنه. آه حالم خوب نیست. چرا؟ حالم خوب نیست. حالت کردی؟ در رابطه این موضوع هم میخوام فیلم بسازم چون حالم خوب نیست. فقط هستی که باشی، تو فقط بودی که هستی. بچه علی لباس رو عوض کرده، زر سناریو رو تغییر دادیم. قرار شد که علی بیاد از پشت. چه خیافت اقا ناراحته. قرار که با چاقو بیاد از پشت، اصلا انگار میخواد منو بزنه. بعد من یهو برمیگردم پرام میریزه، بعد مچکات میخوره. بچه ها اینم از تصویر نها کنیم. میخوام میکاپ کنم، خیلی سریع باید حاضر شم چون که میخوام امروز پستش کنم و خیلی دیر میشه چون که کرم پود خیلی توی ویدیو تاثیری نداره بچه‌ها، به خاطر من خیلی از فاندیشن زیاد استفاده نمیکنم، در همین حد فقط زیر چشم و جاهایی که لکه دارم استفاده میکنم. کلا میکاپ برای ویدیو و عکس و اینا خیلی فرق داره تا میکاپ عادی، یعنی حالت نرمال میکاپی که میزنم خیلی فاندیشن استفاده نمیکنم. بعد از اینکه فاندیشنم زدم سراغ کانتور، از کانتور استیکی مک میخوام استفاده کنم و همیشه از این استفاده میکنم، شماره NC50. کانتور به جایی که همونطور که مشاهده میکنیم زدم، چون که میخوام یه ذره گونه هامو بیشتر نشون بدم کانتور رو باید یه ذره رو به پایین فید کنم. وقتی که میخواین گونه هاتون رو برجسته تر کنین، کانتورتون رو به پایین میزنین و اینجاهای گونه هاتون رو روشن تر میکنین، باعث میشه گونه هاتون خیلی برجسته تر بشه. اگر میخواین صورتتون رو استخونی کنین، همونطور که میبینین وقتی که دارین فید میکنین رو به سمت پایین میارین. گوشه های پیشونی
پیشونیم کانتور میکنم به خاطر اینکه چون پیشونیم خیلی اینطوریه بچه ها، اینجا رو تیره میکنم که صورتمو بیزی کنه. صورت استاندارد صورت بیزیه، شما فیستون به هر شکلی که باشه، دایره شکل باشه، مربع شکل باشه، کشیده باشه یا حتی زوزنقه، شما بعد اونو به شکل بیزی دارین، چون صورت استاندارد یه فرم بیزی داره. این قسمت رو میبینین، اینجا جایی که شما باید روشنش کنین که یه ذره برجسته‌تر به نظر برسه و زاویه فکتون رو بیشتر نشون بده. ولی خب یه خطم باید در نظر بگیرید. ببین مثلا اینطوری یه تیکه خط زیر گونه باید روشن باشه. میبینی چقدر تاثیر داره؟ ولی خب فیدش هم باید بکنی دیگه، نه باید خطش مشخص باشه. این قسمت چونه هم بچه روشن میکنیم که چونه تون رو برجسته تر و خوشگل تر نشون بده. یه نکته هم بهتون بگم که کانتور هر صورت با یه صورت دیگه فرق داره. این کانتور مخصوص صورت منه. بعد از اینکه اینجاها رو سفید کردیم، دوباره با یه براش کانتورتون رو فید میکنیم و به سمت بالا میکشیم. زیر چشتون رو دوباره با بیوتی بلندر کاملا فید میکنیم. بعد از اینکه فید کردین، همون لحظه سعی کنین که خیلی پایین نگاه نکنین چون خط میفته. با پودر بیک این زیر چشمتون رو تثبیت میکنین که خط نیفته به همین راحتی. بچه نیازی هم نیست خیلی، یعنی خروار پودر فید بزنین. پودر فید آیشت پودر بیک بزنین، نه حتی اینکه اینجوری تپ 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 کاملا این چربیا رو بگیره کافیه. یه زمین وسط میزنم و در آخر خط خنده. بچه برای بینی من از کانتور خشک استفاده میکنم، این همون کانتور پودری، به خاطر اینکه بینی یه ذره ظریفه و بعد خیلی خطای باریکی کشیده بشه. و کانتور چرب چون که همین که براقه، همین که یه ذره بلند کردنش و فید کردنش داستانه، روی بینی یه ذره دردسره. پس بنابراین از کانتور خشک استفاده کنین خیلی راحت ترین. یه ذره برمیدارین و میتکونین، خیلی نباید برده. از نزدیکترین جای ممکن به هم شروع کنین به کانتور کردن و اگه فاصله چشم و ابروتون زیاد باشه، یعنی بلند باشه، شما باید کانتورتون رو ببرین تا زیر ابرو. اگه فاصله چشم و ابروتون کوتاهه، بعد ببرین تا تاج ابرو. من فاصله چشم و ابرو نه بلند نه کوتاهه، ولی نسبتاً بلنده، به خاطر همین من میبرم به زیر ابرو. همونطور که مشاهده میکنی، اول خطش رو پیدا میکنم که از کجا میخوام کانتور کنم. چرا میگم کم ورداری؟ که یهو یه عالمه نزنین رو بینتون، بعد واسه بلند کردنش داستان بشه. کوچولو کوچولو بردارین که بتونین راحت فیدش کنین. به این صورت میبرم به زیر ابرو و فیدش میکنم. من این ور دماغم یه ذره خوز داره، اینو هر کاری کنم اوکی نمیشه، بخاطر همین خیلی دستکاریش هم نمیکنم. اول میبرم زیر ابرو، بعد میبرم به سمت پایین. این کار باعث میشه که اینجاهای بینیتون هم باریکتر نشون بده. روی بینیتون هم اگه مثلا تیره تر شد یا اشتباهی رفت رو بینیتون، اشکال نداره. آخر سر روی بینیتون رو با یه پودر روشن یا یه کانتور روشن اوکیش میکنین. بچه‌ها هر چقدر که کانتور تیره‌تون پهن‌تر بکشین، بینیتون گنده‌تر نشون داده میشه. پس بنابراین خیلی نازک و باریک بعد بکشین و البته فید و کم رنگ، چون که هر چقدر پررنگ‌تر باشه توماچ‌تر میشه. زیر بینی من میذارم که بینیمو کوتاه‌تر و عروسکی‌تر نشون بده. از پالت رژگونه میکاپ فوراور که اینو خوردم، خوردش دارم، این دوتا فقط مونده. اون یه ذره براق‌تر بود، تو شاین داشت. من عاشق لوازمایی هم که کلا شاین داشته باشه و براق باشه. یه ذره برمی‌دارم رژگونه و می‌ذارم به روی گونه ها، به سمت بالا می‌کشم. بچه‌ها اگه می‌خواید صورتتون لیفت کنین، رژگونه رو اینجا نزنین، اینو بکشین به سمت بالا. ولی خب اینجا هم بزنین خیلی خوشگله، مثلا تایمای میمونه که آفتاب می‌گیرین، آفتاب سوخته میشه. من خودم خیلی دوست دارم، به خاطر همین همه جا رو می‌زنم. مثلا رژگونه کلا خوشگله، فرق نداره کجا بزنین. سعی می‌کنم این قسمت گوشه چشم و رژگونمو با کانسیلرم فید کنم. پشت چشم یه ذره از فاندیشن زدم که بتونم روش سایه پودری استفاده کنم. از این پالت رولوشن میخوام، از این قهوه‌ای، این که قهوه‌ای نیست، یه رنگ نوده تقریبا، برمیدارم و به گوشه چشم میزنم. کاملا پشت پلکمو با این تثبیت میکنم، چون که قراره سایه تیره بزنم، از بیس تیره هم استفاده میکنم. از این سایه روشن که شاین داره، این دوتا با هم دیگه میکس میکنم، میزنم به گوشه های چشمم. گوشه های چشمم رو کاملا سایه روشن میزنم. لعنتی خیلی بهم میاد. از این سایه تیره که اینجا میبینین، این خیلی تیره است دیگه، این به مشکی میزنه، به قهوه خیلی سوخت است. از این برمیدارم خیلی کم و میزنم به گوشه چشمم به صورت چرخشی. بچه ها خیلی نباید فشار بدین براشتون رو، خیلی سطحی و
آروم فیدش میکنیم. در آخر این سایه رو میبریم بالا و به بینیتون وصل میکنیم. اوکی؟ گوشه یه سایه‌تون رو میکشیم به سمت بیرون. چون میخوام چشممو کشیده کنم، سایه‌مو میبرم رو به بیرون، به سمت بالا. فید میشه و یه حالت خیلی خوشگلی به چشمتون میده. انگار چشمتون رو کانتور کردیم. ببینید؟ از همون سایه‌ای که زدم پشت چشم سایه تیره برمیدارم و زیر چشم با یه بروش خیلی نازک از همون سایه میزنم، وصلش میکنم به سایه بالا. یه بیوتی بلندر یا یه بروشی که سرش پهنه و صافه، خط زیر سایه رو مرتب میکنیم با هرچی که راحتیم. با یه مداد مشکی لثه زیر چشتون رو کاملا مشکی کنیم. من برم جلو آینه کارم جا بدم، جلو دوربین نمیتونم. خط چشمم هم کشیدم، میریم سراغ ریمه. یه ریمل پر میزنیم. من ریمل هم زدم و برامم درست کردم. من چشمم سای شاین داره که گوشای چشمم زدم، یه ذره به زیر ابرومم میزنم. میروس آقا رو جلد. بچه ها میخوام یه متدی بهتون یاد بدم. با یه سایه تیره، قهوه‌ای تیره، خیلی هم تیره نباشه، خط لبتون رو بکشین. ببینید چقدر خوشگل فید در میاد، خیلی قشنگه. بعد هر رنگی هم بخواید میتونید بزنید. و در آخر با یه رژ لب قرمز، این رژ لب من از برند مکه، وسط لبمو یه ذره قرمز میکنم. این سراغ موها. خیلی دیر شده، میخوام امشب پست بذارم و برم سری موهام درست کنم. بذارم بریم. از این دو فازیه قبل از اینکه موهام سشوار بکشم میزنم به موها تا موهام به که عزما نره. جفتشو یه مدل سشوار کشیدم، اینو از این ور کشیدم، اینم از این ور کشیدم، ولی این وری رفت این وری. این چه وضعشه؟ برای چیکار کنم؟ علی رو بردم کمکم کنه. هزار تا بدبختی موهام سشوار کشیدم. بچه‌ها واقعا دکلر گم زده به موهام، این همه سشوار کشیدم بازم اینجاهش وزه. واقعا دیگه کاری از دستم بر نمیاد. همین اوکی دیگه، چیکار کنم؟ شت، بزن بریم. حاضر شدم، الان میخوام افتر ویدیو رو بگیریم. علی خوشگش زده بچه‌ها، علی خسته ترینه و منم خسته ترینم. بالاخره تموم شد. ساعت چنده؟ ساعت 9:10 است، یعنی 9:40 به وقت ایران و علی الان داره ویدیو رو ادیت میکنه که آپلودش کنیم. خیلی خیلی خستم. از ساعت 2 که استارتشو زدیم تازه الان تموم شده و میخوام بدونید که چقدر برای ریزا زحمت میکشیم و واقعا چقدر ناراحت میشیم وقتی که ویو نمیخوره، چون که پدرمون در میاد سر هر ویدیو. خروار آرایش، مو درست کن، زحمت بکش، ویدیو بگیر، ادیت کن. تو مرحله ادیت خیلی خستم خودش. ساعت چند شد؟ ساعت 10 به وقت ایران شد. دیگه چندی تموم شدی؟ تا بالاخره پستش کردم و دیگه تمام. ساعت 11 من هیدم ساعت اعلام میکنم. ما خیلی خیلی خسته ایم، من نرسیدم اصلا شام درست کنم. الان تازه با علی میخواییم بریم بیرون یه ذره خرید کنیم برای خونه. اگه جایی باز باشه که نیست مجبوریم بریم تکل. همین دیگه، تا اونجایی که تونستم براتون از بکستیج و ریلزا ویدیو گرفتم. دیدید که چقدر این ویدیو بچه زحمت داره و چقدر کار خسته کننده ایه. بعد هر وقتم که من میخوام ریلز بگیرم، علی هم همیشه درگیر کار من میشه و دوتایی پاره میشیم از خستگی. ممنونتون میشم اگه حمایت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، چون واقعا دیگه نمیدونم چی کار کنیم. ما خیلی داریم زحمت میکشیم. دیگه این ویدیو رو هم گذاشتم که به چش ببینید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. الان باید برم این همه آرایش رو پاک کنم، یه ذره به پوستم برسم، یه چیزی بخورم و بگیرم بخوابم تا فردا. خیلی خیلی دوستتون دارم. مرسی از نگاه قشنگتون، مرسی که اینقدر بهم انرژی خوب میدین. بچه‌ها من تک تک کامنتاتون رو میخونم و همیشه خیلی ذوق زده میشم از کامنتاتون، چون خیلی بهم انرژی میدن. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.